آی نقاش چند تا دانشجو داره اینجا؟ اینجا 300 نفر ظرفیت اسکانش هست. وقت تو هر اتاق چند نفرن؟ اتاق ها متفاوت هم با توجه به مساحتشون، 5 نفره، 6 نفره، 4 نفره. سلام عصر. خوبی بچه ها؟ بفهمید، بفهمید، بفهمید. 5 نفری تو این اتاق کوچیک سختتون نیست؟ چرا کوچیکه یکم؟ ولی خب بد نیست. با هم کنار میاد دعوا نمی‌کنی؟ نه اختلافات هست ولی دعوا نمی‌کشه. رفعش می‌کنیم. تقسیم کار کردی اینجا مثلا کی ظرفا رو بشوره، کی جمع‌آوری کنه؟ یه روز نوبت ایشونه ظرفا رو بشوره آقا مرداد، بعد فرداش آقا علیه، به نوبت اینطوری میچرخ. لباساتون خودتون می‌شوری؟ معمولا اگر مشکل لباسی نباشه خودم می‌شورم. هفته دو بار این خراب میشه و باید صبر کنم تا درست بشه. تا حالا بازدیدم اومدن از خوابگاهتون؟ نه. که ببینه شما چیکار میکنه، چی داره چی نداری؟ نه. هر طبقه یه یخچال دارن؟ هر طبقه دو تا یخچال دارن. به هر اتاق یه یخچال میدادی؟ فکر کنم مشکل برق داره که نمیشه اینو گذاشت. یعنی به خاطر برق نتونستی بر اتاق یخچال بدی؟ جواب نمیده و اینم برق. جایی بره ورزش کردن هم داری؟ خوابگاه آره، جای تنیس هست. دیگه؟ بعد فوتبال دستی هست داخل خوابگاه. کی بهتون شام میدن؟ حالا اینجا تا بین 5 و 45 دقیقه شروع میشه تا 7 و نیم. 5 بعد از اون؟ آره، اصلا نس دیگه. شام چیه؟ امشب شاممون وعده اولمون خورش آلو اسفناج با برنج. نوع دوممون هم کوفته تبریزیه. برنجتون ایرانیه یا خارجیه؟ 50 ایرانی میشه، 50 هندی. الان این برنجمون 50% اوروگوئه است، 50% ایرانی. میگن اوضاع غذا اینجا چجوریه؟ خوب راضی هستی؟ خوبه، فهم میکنه دیگه مثلا چه غذایی باشه. یاران غذا هنو بتونه ایدن؟ هنوز که من نهیدیم چیزی نگیرم. قرار چقدر بدن بسنیم؟ نمیدونم، فقط من شنیدم که قرار باشه همچه چیزی. میام اینجا بحث سیاسی هم میکنی؟ خب بالاخره دانشجو باید از مسائل کشور خودش اطلاع داشته باشه. زندگی خوابگاهی چطوره؟ زندگی خوابگاهی سختی خودشو داره. اون موقع یه درد و دلی داشتیم، چیزی با خانواده در میون می‌ذاشتیم، حالا با دوستا، بعد اینجوری پیش میاد که صمیمیت زیاد میشه، این صمیمیتش خیلی جالب باشه. خب بچه‌ها اگه اجازه بدید مرخص بشین، ان شاءالله که موفق باشید هم تو درستون هم تو زندگیتون. خداحافظ شما. خداحافظ شما. خداحافظ شما.